سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه خانه و کاشانه با موضوع گام های خرید و فروش مسکن. دانا بینا هستم در کنار کارشناس محترم املاک در این برنامه سرکار خانم افسی دشتی و صدای ما رو از رادیو تورنج کانادا می شنوید. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تورنج، من افسی دشتی مشاور املاک با شرکت ریمکس در ونکوور کانادا هستم. خیلی متشکرم از شما. سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت شما خانم دشتی. من یه معرفی هم خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم از شما. سرکار خانم دشتی کارشناس خرید و فروش املاک در ونکوور بزرگ با 18 سال سابقه کار در شرکت ریمکس کانادا هستن و فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه بوزاق فرانسه. خیلی خوش اومدید، یه سلام علیک کنیم با شنوندگان و بریم سراغ موضوع برنامه که موضوع بسیار جذابی هست در حوزه خرید و فروش ملک. با سلام مجدد، من در خدمت شما هستم و امیدوارم که ذره ای از اطلاعاتی که دارم برای شنوندگان شما مفید باشه و بتونم کمکی در این راه بزرگ بکنم، چون میدونم برای هر کسی سرمایه گذاری در خونه بزرگترین گام زندگی هر کسی میتونه باشه. برای همین من سعی خودم میکنم که حد اکثر کمکی که میتونم از دستم بر بیاد و با این 18 سال تجربه‌ای که دارم در اختیار شنوندگان عزیز رادیو تورنج بذارم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما در ویژه برنامه خانه و کاشانه رادیو تورنج در خصوص تازه‌های حوزه املاک، نکات خرید، فروش و اجاره صحبت میکنیم که تو این بخش میخوایم از شما سوالاتی در خصوص خرید و فروش مسکن بپرسیم. اولین سوالی که میخوام مطرح کنم اگر موافق باشین اینه که لطفاً گام های نخست خرید مسکن در ونکوور رو برای ما یه توضیحی بدید که چی هستش و باید چه نکاتی رو دقت کنیم که بتونیم یک خرید خوب داشته باشیم. با کمال میل. اگه من کلن دو دسته تقسیم میکنم، خریدار و فروشنده. قسمت اول رو گام به گام برای یه خریدار جلو میریم و خریدار به چه صورت باید شروع کنه برای یه خرید ملکی. یکی این که اولین گامی که برمیداره باید برای مورگیج باشه. مورگیج هم که اگه بخوایم به فارسی بگم، برای بامی که از بانک، بام مسکن، بام مسکنی که از بانک گرفته میشه و این باید اولین گام یک خریدار باشه. و این به چه صورت میشه باز میتونیم به طور دتایل، به طور خیلی جزئیاتش رو بعداً براتون بگیم، ولی فعلا باید اولین گامشون این باشه. دومین گامشون وقتی که من مطمئن شدم خریدار در چه حدی میتونه وام بگیره، من یه نشستی باشون خواهم داشت و توی اون نشست میتونیم درباره جزئیات زندگیشون صحبت میکنیم و میبینم که نیازهایی که برای خرید املاک دارن چی هست. مثلا تعداد بچهشون، محل کارشون و کلن به استایل زندگیشون چه چیزی باید برای اینا خریده بشه و در چه حدی اینا میتونن از لحاظ مالی با این مسئله جلو برن، چون اون از مهمترین مسائل هستش. عملا بر حسب نیاز هر خانواده شما به فراخور اون بهشون پیشنهاد میکنید. بله کاملا. بعد این مسئله خانواده با خانواده فرق داره، آدم با آدم فرق داره، مقدار میگم همونجور که خدمتون گفتم مقدار مورگیجشون مهمه. البته مثلا یکی که برای 800 تا برفرض اپرووال بانک میگیره فرق داره با کسی که برفرض 2 میلیون اپرووال بانک میگیره. خیلی مسائل هست که ما بعد از اون جلو میریم، بعد از دونستن این که چقدر اینا میتونن وام مسکن داشته باشن. و البته الان اینترست ریت خیلی خوبه، قرار شده که یه مقدار اینترست ریت تو کانادا بالا بره، ولی فعلا اینترست ریت، بهترین اینترست ریت رو در چندین سال اخیر تو کانادا را داشتش. الان چقدر؟ حدودا میشه با 1.19
تا 1.99 میتونن اینترست ریت رو بگیرن و البته بستگی داره وریبل هستش یا فیکس هستش. البته بحث مورگیج رو من با اجازتون میذارم خدمت همون مورگیج بروکرایی که آشنا هستن کاملا با این مسئله. من به طور کلی توضیح میدم ولی به صورت جزئیش رو ترجیح میدم که بله اونا توضیح بدن. از در واقع ملاک‌های دیگه‌ای که باید برای خرید ملک علاوه بر مورگیج و تسهیلات بانکی که فرمودید و همچنین بر حسب نیاز هر خانواده که چه نوع خونه مد نظر هست دیگه چی هستش؟ آیا منطقه و بله مهمتر از همه چی در همه از هر چی که فکر کنین مهمتر باشه برای یه نفر میتونه لوکیشن باشه. شما خونه بعد توی لوکیشن خوب بخرین بهتره که تا یه خونه خوب تو لوکیشن بعد بخرین. من نسبت به نیازشون اون لوکیشن مورد نظر رو خدمتشون میگم و میگم که این لوکیشن ها با نیاز شما این لوکیشن رو بگیرین. و لوکیشن همون جور که میدونین تو کانادا لوکیشن 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 حرف اول رو برای خرید خونه میزنه و این میتونه برای کسایی که بچه دارن نزدیک مدرسه باشه، نزدیک پارک باشه، یا نزدیک اگه با یک ماشین هستن میتونه نزدیک اتوبوس باشه و خطایی مثل مترو و غیره باشه که راحت بتونن برن سر کارشون بیان. میگم همون جور که خدمتون گفتم آقای دانا بستگی به نیاز خانواده داره. خیلی از مخاطبین پرسیدن که در حال حاضر مناطقی که در حال رشد هست و مناسب برای سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در ونکوور بزرگ کجاها رو شما توصیه میکنید و پیشنهاد میکنید که به اون سمت در واقع مطالعات بره؟ چشم. کلن از نظر من که سالیان سال دارم تو این زمینه کار میکنم، به نظر من جاهایی که اعلام دارن میکنن اسکای ترن به اون مناطق میره ممکنه رشد بیشتری نسبت به بقیه جاها داشته باشه، ولی رشد یک محل و یک شهر رو یک منطقه رو دانتان اون شهر به نظر من دانتان اون شهر بیان میکنه. یعنی وقتی که شما از دانتان هرچی فاصلتون بیشتر باشه این شعا بیشتر باشه رشدش هم به نسبت کم و کمتر میشه. برفرض الان شما نورتفن و وستفن رو در نظر بگیرین که اطراف دانتان هستن. بله البته که رشد اینجا بیشتر از منطقه کوکوتلم خواهد بود، چون کوکوتلم برای رفتن به دانتان اون شهر باید حدوداً 40 دقیقه بله 45 دقیقه مثلا در مسیر خوب رانندگی بکنن اگه راش آور نباشه، و یا اینکه با اسکای ترامبیان حدوداً 20-25 دقیقه طول میکشه و اینجا رفتن به دانتان خیلی مهمه برای خیلی‌ها، چون خیلی بیزینس‌های بزرگ و خیلی کارمندا به دانتان میرن روزانه. برای همین رشد یک منطقه کلاً به دانتان هر شهری بستگی داره. و ولی مسئله دیگه هم که مطرح کردم اسکای ترن، اونم خیلی مهمه، چون اومدن اسکای ترن مثلا چند سال پیش اعلام کرده بودن که مثلا 5 سال قبل از این که اصلا اسکای ترن بیاد به کوکوتلم و پورت مودی اعلام کرده بودن که اونجا قرار اسکای ترن بیاد، از همان زمان رشد خودش رو اونجا انجام دادن، یعنی یه رشد خیلی عالی رفت، یه قیمت ها خیلی بالا رفت. این روزا ما لنگلی هم داریم تو همون فضا میاد. دقیقاً لنگلی الان چون اعلام شده از پارسال که اسکای ترن قراره بیاد، برای همین رشد خیلی عجیب غریبی نسبت به بقیه مناطق ونکوور داشتش. بسیار عالی. یه صحبتی ما داشتیم قبل از برنامه با خانم دشتی می‌کردیم، ازشون پرسیدم به نظر شما خرید ملک سرمایه‌گذاری مناسبی در ونکوور هست؟ ایشون فرمود 100%. شاید هم 20%. می‌خوام بگیم به طور میانگین چند درصد روش خواهد داشت با توجه به سابقه 18 سال شما در حوزه خرید و فروش ملک؟ به طور میانگین به نظرتون چند درصد رشد ما هر سال در ونکوور روی در واقع ملک داریم؟ تقریبا میشه گفت 5-10% for sure به قول اینجایی برای مطمئنم، ولی بعضی وقتا مثل زمان 2020 که ما یه رشد عجیب غریبی تو روی ساختمون داشت، رو قیمت ساختمون ها که هنوز به الان هم کشیده شده، به 2021 کشیده شده و خیلی عجیب بوده برای همه، داریم که اون رشد ها یه وقتی یه رشد 15% 20% ملک هم نشون داده شده. البته آقای دانا این منطقه به منطقه داره، مثلا شما ممکنه این رشد رو در منطقه برفرض میپل ریچ ببینین یا نبینین، ولی در منطقه مثلا پورت مودی ببینین یا در منطقه اسکوامیش ببینین. برای همین خیلی منطقه با منطقه این رشد رو میشه گفت تفاوت داره.
به فاکتورهای خیلی مختلف. بله، به فاکتورهای مختلف که اونم بحثش به قدری به درازا خواهد انجامید که به اینجا ممکنه نرسه. بله. و خیلی کوتاه اگر گامهای فروش مسکن در ونکوور هم اگر به ما بگید که ممنونتون میشه. برای فروش اون که کاملا بحث خیلی متفاوتی با خرید داره، این هستش که یک فروشنده خونش رو از هر لحاظ برای فروش باید آماده کنه و از این لحاظ که اگه بخواد اینو بفروشه، اصلا مسئله امروز ما، مسئله اصلی ونکوور امروز این است که من اگه بفروشم آیا قادر خواهم بود چیز دیگه بخرم یا اینکه کلا میفروشم از ریل استیت ونکوور میخوام بیام بیرون، و اون فرق داره. ولی اگه شما الان، من خیلی مشتری داشتم که به من رجوع کردن که خونه هاشون بفروشم، گفتم بذاریم ببینیم ما برای شما میتونیم چیز دیگه بخریم برای جایگزین کردن اون مورگج گرفتن الان، و قیمتی که شما دارین میفروشین دیگه ممکنه نتونین تو منطقتون بگیریم، باید بریم منطقه دورتر از اونجا که زندگی میکنین. خیلی به قول اینجایی ها مثلا آنکامفتبل میشن، خیلی میدونین دیگه اون مرحله زندگیشون یه مقدار به دشواری ممکنه بره، جز اینکه واقعا قاطعانه ما بدونیم که دارن جایگزین میکنن و چیزی مشابه اونو دارن میگیرن، یا اینکه نه مثلا اصلا به پول این خونه احتیاج دارن و مدتی از مسکن میان بیرون، که اونم ممکنه خیلی کار درستی نباشه، چون ما داریم همش به بالا میریم، به پایین بر نمیگردیم که فکر کنن ما الان میفروشیم بعدن میتونیم که بخریم بعدن مثلا چند سال بعد. اون دیگه یه ذره به نظر من اول ملکو پیدا بکنن و بتونن مورگیجشون رو تا حدی بیارن بالا، بعد ببینیم که چقدر میشه و اون وقت میتونیم براشون بفروشیم. و خرید و فروش خونه مراحلش خیلی زیاده، بازم اونم مبحث بزرگی خواهد بود. یکی این که آماده کردن خونه برای فروش خیلی خیلی جزئیات داره که من باید وقتی مناسب برای اون توضیح بدم، و اینکه مثلا خونه اینسپکشن بشه با خود فروشنده که بعدا سورپرایز نشن موقع فروشش، که اگه خریداری اومد و اینسپکشن خونه رو آورد سورپرایز نشن، مجبور نشن قیمت خونه رو بیارن پایین خیلی. و نکات خیلی مهمی هستش که من قبلش باید باشون صحبت بکنم کامل، یکی اینکه آیا وقتی مورگیج، معمولا دیگه اینجا همه مورگیج دارن، وام مسکن دارن، آیا اون وام مسکن رو در اون مقطع قطع بکنین پنالتی بهتون میخوره یا نه، چون پنالتی ها رقمای کمی نیستش. یه وقتی میبینی یه پنالتی ممکنه به 30,000 تا 40,000 دلار برسه که یک مبحثیه که شما ممکنه سورپرایز بشین، پس بهتره که اونو از قبل بدونین. یعنی گاماتونو باید خیلی برای فروش خونتون هم حتی خیلی خیلی شمرده بردارین، که من با کمال میل اگه تلفن بزنن یا میتینگی با من داشته باشن با کمال میل در اختیارشون خواهم گذاشت. خیلی متشکرم از شما. اگر موافق باشه با توجه به این که دوستانمون در واحد پخش هم اشاره میکنن که برنامه بعدی رو باید تحویل بدیم، این ویژه برنامه رو در این بخش به پایان برسونیم، ویژه برنامه خانم و کاشانه. سپاس از شما سرکار خانم افسی دشتی که در این برنامه همراه ما بودید. همچنین تشکر میکنیم از عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. شما عزیزان میتوانید از طریق سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 پیشنهادات و نقطه نظرات و همچنین سوالات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. حتما ما از کارشناس محترم برنامه در برنامه‌های آتی خواهیم پرسید. از اینکه همراه ما با رسانه مرجع پارسی زبانان کانادا هستید سپاسگزاریم. شما می خدافظی کنید که برنامه رو ببینید. خیلی خوشحال شدم که و خوشحال میشم که بتونم کمک کوچیکی در این مرحله از خرید و فروش برای شنوندگان عزیز شما انجام بدم و آرزوی موفقیت خیلی خیلی زیاد برای رادیوی جذاب با صداهای زیبا و با میدونم که کادر خیلی خیلی عالیتون دارم و امیدوارم که روز به روز موفق تر بشین و با بیزینس های مختلفی کار بکنید. خیلی متشکرم از شما، ممنون از اینکه ما رو گوش دادید. روز و شبتون بخیر باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.